ولی زمانی که بازیکن میاد تو اون مرحله دیگه در واقع مربی تیم یا مربی ملی مشکل نداره که بخواد در واقع تکنیکا آموزش بده. اینجا الان اگر یه مقدار اسپید پاسینگ بیشتر شد، من فقط اینو می‌خواستم بهتون یادآوری کنم که کار بسیار بسیار مشکلی هستش، مخصوصا دفاع خطی بازی کردن. و ببینید الان این فرق این تمرین فقط با تمرین قبلی هستش که اسپید پاسینگ اون بازیکنان مهاجم یه مقدار بیشتر شده و شما ببینید این بازیکن مدافع هر لحظه باید از چپ به راست و از راست به چپ شیفت کنه، باید انقدر با آموزش داده باشه و باید انقدر بازیکن تالنت و اسمارتی باشه که بدونه کجا نزدیکتر به توپ هستش پرس میکنه و کجا باید بیاد ساپورت بکنه. و در واقع من فکر میکنم که رعایت فاصله خیلی مهم هستش توی این نوع تمرین، یعنی بازیکن اگر بیاد پرس بکنه و بازیکنی که ساپورت میخواد بکنه فاصله کافی نداشته باشه یا چه کم باشه چه زیاد باشه، این کار دفاعی نمیتونه به معروف به شکل خوبی انجام بشه. الان من فهم میکنم این تمرینی که الان شما میکنید این بعد در واقع اینا تیم یوت هستن ولی در واقع کار دفاعی رو دارن، این شیفتینگ رو که انجام میدن و اون پرسینگ رو. در واقع من نمیخوام بگم که ما تو فوتبال کشورمون نمیبینیم، چون ما بازیکن‌های بزرگی داریم، مربیای بزرگی داریم و 100% اینها رو 100% میدونن، هم مربیای ما میدونن هم بازیکن‌های ما میدونن، ولی متأسفانه ما کمبود بازیکن‌های خوب داریم، چون کمبود بازیکن آموزش دیده از سن پایه داریم و به همین دلیل وقتی که میایم توی شرایط الان چندین سال صحبت از خط دفاعی ضعیف تیم‌های ملیمون، تیم‌های باشگاهیمون هستش، من فهم می‌کنم دلیلش این هستش که ما آموزش شاید درست رو توی سال‌های قبل، حالا انشالله که الان من شنیدم که در واقع قرار هستش که تمام تیم‌ها آکادمی فوتبال داشته باشن و نوجوانان جوانانشون بررسی بکنن که کارهای دفاعی، کارهای حمله و به شکل اصولی انجامش بدن. شما وقتی که در واقع 20 تا 40 تا 50 تا هر چی باشگاه توی فوتبال کشور هستش، اگر همه‌شون تیم‌های آکادمی جوانان و نوجوانان داشته باشن و مقطعی کار نکنن و واقعا سرمایه گذاری بشه و این بازیکن ها همیشه جایگزین داشته باشن، شما مطمئن بدونید باید در واقع یه مقداری دراز مدت به این مسئله فکر کرد. مطمئن بدونید که بعد از چندین سال شما میتونید حداقل میتونید 40 تا 50 تا مدافعی که حداقل درست آموزش دیدن داشته باشید. حالا از اون 40 تا 50 تا مدافعی که درست آموزش دیدن توی فوتبال و توی لیگ هم شاغل هستن، در حال دست مربی باستان هستش در رابطه با تیم ملی که بتونه از اون 40 تا 50 تا شاید 8 تا تالنتشون رو که بهترینا هستن انتخاب بکنه. خب مسئله‌ای که شما به درستی اشاره کردید، ما سال‌هاست که در رده‌های پایه نوجوانان و جوانان در فوتبال آسیا چندان مقامی نبردیم، به جز یک سال که نوجوانانمون قهرمان شدن، اونم بعد از سالهای زیادی که ما واقعا تیم پایمون ضعیف کار کرده. به همین خاطر وقتی که بچه‌ها سنشون از سن نوجوانان بالا میاد به جوانان و بزرگسال میرسن، میبینید که در حد ملی هم ما مشکل خط دفاعی رو همیشه داشتیم، به خاطر اینکه با بچه‌هایی که در واقع سن نوجوانان بودن شما درست گفتید کار نشده. حالا با اومدن آقای کارلوس کیروش که مربی تیم ملی شده که راجع به اونم صحبت خواهیم کرد، قرار بر این هستش که آکادمی ورزش نوجوانان ما در واقع پایش محکم‌تر بشه و ایشون استعدادیابی رو انجام بدن در فوتبال ما، که انشالله در رده نوجوانان و جوانان هم تیم‌های ما بتونن بازیکنان خوبی داشته باشن و تیم‌هامون نتیجه بگیرن که به تیم ملی بزرگسالان که میرسن دیگه این مشکل‌ها رو ما نداشته باشیم. به هر حال آرزوی موفقیت داریم براشون و این فیلم اگر تموم شده بریم به فیلم بعدی ها. بله خواهش می‌کنم. مرسی، تشکر از آقای دوریزگار اتاق فرمان. بچه‌ها اگر که فیلم بعدی رو آماده کنن، که باز هم یه فیلم دیگه هستش که راجع به همین آموزش پایه هستش که صحبت میکنه، آقای رامین کیفر راجع به اون صحبت میکنن و بعدش هم یک صحبت راجع به مربی تیم ملی که میدونید آقای کارلوس کیروش پرتغالی مربی تیم ملی فوتبال ما شد، یه چند دقیقه راجع به اون صحبت میکنیم و میریم به استقبال مهمانمون. اگر فیلم هر وقت آماده است که نگاه میکنیم. آقای کیفر بزرگ درس کنم، در هفته گذشته ما سعی کردیم در مورد برنامه های دفاعی individual defending یا دفاع one against one صحبت بکنیم. این هفته در مورد group defending صحبت میکنیم. در جام جهانی 2002 تیم آلمان بود که برنامه های دفاعی مدرن رو اومد نمایش داد در جام جهانی و این بود که دفاع خطی یا دفاعی بود که در اون سویپر دیگه نقشی نداشت. در اون سال تیم ملی آلمان بر اساس نیاز گیمی خودشون با دفاع بک فور یا بک تری چهار دفاع تیم خودشون رو آرایش دادن
حضورتون عرض کنم این سیستم در تمام تیم‌های پایه آلمان نوجوانان و جوانان برنامه ریزی و آموزش داده شد. همونطوری که در فیلم مشاهده می‌کنیم این تیم‌های ملی آلمان در رده پایه هستن که در کمپ زمستانی این تیم تمرین می‌کنن. حضورتون عرض کنم که اینجا نشون میده که تو فیلم چطور تیم ملی زیر 17 سال آلمان با 4 دفاع به طرف توپ حرکت میکنن و نگاه میکنیم چطور دفاع میانی با همدیگر کامیونیکیشن دارن و چطور تمامی دفاع با نظم و خاص خودشون با توپ حرکت میکنن. در این ویدیو ما سعی کردیم که گوشه هایی از تمرینات سیستماتیک و متد آموزش بال اورینتد دیفندینگ و اینو اشاره کنیم و در حین تمرینات حضورتون عرض کنم اشتباه ها رو تصحیح بکنیم. حضورتون عرض کنم که بال اورینتد دیفندینگ یا دفاع 4 نفره مقدمه ای از دفاع گروهی رو هستش که حتی به صورت 3 نفره هم 3 دفاعه میتونیم اینو انجام بدیم و یکی از پوینت های مهم دفاع خطی آت نامبر کردن مهاجما هستش و زمانی که دفاع اولیه پرشر میکنه نگاه کنید اینجا الان با پرشر کردن همونجوری که در این صحنه نگاه میکنیم چطور 3 دفاع اومدن و مهاجم رو آت نامبر کردن و از گیم خارجش کردن. این نشون هماهنگی بین بازیکن‌ها هستش و کامیونیکیشن بین بازیکن‌ها و همون پرنسیپال دفاعی یا فشار آوردن روی توپ به عنوان بازیکن اولیه و بازیکن دومیه کاور کردن و بازیکن سومی که در فیلم قبلی ما مشاهده کردیم به صورت بالانس کردن دفاع انجام وظیفه می‌کنه. با حضورتون عرض کنم که همونطوری که آقای نومی روزگار هم اشاره کردن این برنامه ها در تیمای پایه باید آموزش داده بشه و بعد در لیگ ایران وقتی نگاه میکنیم در تیم ها هنوز جا نیفتاده دفاع خطی. البته تیم زباهن رو من خیلی هماهنگ دیدم امروز و واقعا دفاعشون با هم دیگه کامیونیکیشن خوبی دارن و ما باید در رده پایه بتونیم این آموزش‌ها رو داشته باشیم تا بتونیم تیم‌های بزرگسالان ما راحت کار بکنن. حضورتون عرض کنم اینجا این همون بعد از نمایش دفاع انفرادی آموزش دفاعی ما در گروه‌های 2 یا 3 نفره هستش. تو این انیشمنا قشنگ نشون میده که چطور 3 مهاجم به 2 دفاع حمله میکنن و شما جاگیری های 2 دفاع رو در مقابل 3 مهاجم نگاه کنید به چه صورت انجام میشه. معمولا این حالت در فوتبال در حالت ضد حمله به وجود میاد و شما نگاه میکنید اینجا که وظایف 2 دفاع در مقابل 3 بازیکن مهاجم زمانی که ضد حمله شده به چه صورت هستش که تا بتونن موقعیت خودشون رو ایجاب بکنن. نگاه کنید وقتی توپ در وسط هستش 2 بازیکن به صورت مساوی همدیگر رو کاور کردن و وسط وایسادن. بله پوشش میدن. پوشش میدن راحت. و موقعی که توپ در کنار هستش میبینید که بازیکن دفاع چپ میاد برای فشار آوردن و اون بازیکن وسط که کاور کرده بازیکن کنار رو ول میکنه و میاد گل ساید خودش رو اول به طرف گل رو مواظب میشه. الان قشنگ نشون میده رو فیلم و اینو از زاویه دیگه نگاه میکنید زاویه که مهاجما در حمله میکنن این حالت 3-2 و زمانی که در بازی پیش میاد همونطوری که من گفتم در حالت ضد حمله هستش و زمانی که دفاع ها آد نامبر شدن و نگاه میکنیم که چطور 2 دفاع ها هماهنگ هستن و با هماهنگیشون و کامیونیکیشنشون و کاور کردن همدیگه
میتونن ضد حمله حریف رو خنثی کنن دیگه. خنثی کنن. بله. دقیقاً. الان در فیلم عشان اینو نشون میده که بازیکن‌ها به چه صورت اولین برنامه‌ای که هستش اینه که اگر توپ در کنار زمین باشه، یعنی به بازیکن کنار زمین داده بشه، این بازیکن فورس بشه به طرف خط زمین با زاویه گیری بازیکن دفاع. شما می‌بینید که یه برنامه‌هایی، یه فاکتورایی اینجا ایجاد میشه تا اون بازیکن بتونه به طرف خط ایجاد بشه. اینجا هم بازیکن A هم بازیکن B راحت همدیگه رو اولی با صورت ساید وایساده و باعث شده که از طرف گل، از طرف جای خطرناک رها بشه و به طرف بیرون زمین بره، هدایت میشه بعد. هدایت بشه و اونجا نگاه میکنیم بازیکن B چطور اینو کاور کرده و دیستنس خودش رو رعایت کرده تا بازیکن A بتونه اون بازیکن از خط خارج بشه. اگر هم اون بازیکن رد بشه ازش، بازیکن B میتونه بیاد کاورش بکنه. بله خیلی قشنگ تو این صحنه نشون میدن و چقدر هم زیبا. میبینیم که به هر حال یه فاکتورایی هستش توی فوتبال که باعث میشه که دفاع با اون فاکتورا، با اون هماهنگی خودشون بتونن صاحب توپ بشن. همه این آموزش‌ها هستش که واقعا یه تیم رو و بازیکن رو می‌سازه و بودن مربیان خوب و کارآزموده هم خیلی لازمه تو این مسئله که اینا رو بدونن. دقیقاً. یعنی الان اینجا نشون داد که استی دایگونالی بیهیند، به صورت دایگونال وقتی که توپ کار کنار هستش، مهاجم مدافع بی به صورت دایگونال وایساده بود پشتش. این قسمت اشتباهات هستش که چطور نشون میده که چطور دو تا دفاع نزدیک به هم دیگه بودن و چطور اشتباه به وجود اومد که فرصت داد به مهاجم که گل بزنه. الان قشنگ روی این انیشمن نشون میده. شما نگاه کنید اون بازیکن کاور کننده اولی کارش خوب بوده، ولی بازیکن دومی، دفاع دومی فاصلهش هم با فاصلهش کم هستش، همین که اون زاویه توپ رو نبسته و راحت میتونه پاس بده به این مهاجم. اگر بیاد جلوتر، یه مقدار جلوتر باشه، به طرف چپش بره، پای چپش بره. بله نکن الان اینجا باید میبود، اینجا اگه میشد میتونست اون توپ اون پوزیشن درست بود. دقیقاً یه مقدار باید بیاد به طرف عقب‌تر تا اون بازیکن اگه پاسم به اونوری بده، اگه پاسو به طرف اون نتونه پاسو راحت بده. الان اگر یه مقدار وسط‌تر بود بازیکن دومی، ببین یه اشتباه کوچیک باعث میشه که تیم مقابل به گل دست. بله اگر یه مقدار وسط‌تر بود، الان جای بازیکن دفاع کاور کننده رو دقیقاً داره نشون میده که اشتباه بوده، و اگر یه مقدار جلوتر میرفت اون بازیکن میتونست از وسط اینا پاس بده. پس نگاه میکنیم که چقدر باید اینا هماهنگ با هم دیگه باشن تا این توپگیری نیاز به تمرینات زیاد داره. بله. و نیاز به هماهنگی زیاد داره. اونجا اون بازیکن بازم نشون میده از طرف مهاجما که جاگیریش اشتباه بوده، و اگر اونجا هم وای میستاد بازم این میتونست پاسو بده به این، پاس نفر بده نفر سوم. بله پاس بده. دقیقاً. اگر میامد جلوتر بازم از وسط اونا میتونست پاس بده. پس جاگیری در هر سه مورد نشون دادیم که جاگیری اشتباه بوده، باید یه مقدار وسط‌تر میامده تا اگرم پاس به اون بده بتونه با سرعت بره. حالا خود بازیکنان این رو نشون میدن. دقیقاً. نگاه میکنیم فاصله این دو نفر با هم دیگه خیلی نزدیکه. بله. Defender is too close together. بله. فاصله شون خیلی نزدیکه. به خاطر همین فرصت پیدا میکنه که پاس بدن به نفر سوم. دفندرها توی لاین قرار گرفتن و به صورت دایگونال قرار نگرفتن که پوشش بدن. که پوشش بدن. دقیقاً. درسته. چون توی خط قرار بگیره این میتونه از وسط اینا پاس بده و مهاجم صاحب توپ بشه. یه مقدار دفاع، یه مقدار باید دراپ بک بکنن دو تا. بله. دفاع دیلی بکنن و بعد بتونن صاحب توپ بشن. الان فرصت گلزنی برای این یکی مهاجم پیدا شد و راحت گلشو میزنه دیگه. بله. بله. بله این هم تصویر دیگه ای که داشتیم. مرسی از دو کارشناس خوب.